برادران کارامازوف نوشته فئودور داستایوفسکی جلد اول کتاب چهارم زخمهای ناسور خانش دیبا رستگار فصل هفتم عنوان و در هوای آزاد هوا تازه است قربان اما در دولت سرای من به هیچ وقت چنین نیست سرور عزیزم اجازه بدهید آهسته راه برویم از توجه محبت آمیزتان سپاس گذار می شوم الکسی فیودورویچ گفت من هم موضوع مهمی برای گفتن به شما دارم منتحاد نمی دانم چطور شروع کنم حتم دارم با من کاری داشتید قربان و الا بی هیچ مقصودی به دیدنم نمی آمدید مگر اینکه برای شکایت از دست پسرم آمده باشید که بسیار بعید می قربان زمنا راجع به آن پسر قربان چیزی را که آنجا نمی توانستم برای تعریف کنم اما اینجا آن صحنه را برای تان تعریف می کنم جارویم یک هفته پیش انبوهتر بود منظورم ریشم قربان این لقبی است که به ریشم می دهند و بیشتر از همه بچه مدرسه ها خب برادر شما دیمیتری فودورویچ از ریش هم گرفته بود و مرا میکشید کاری نکرده بودم در منتهای خشم بود و غذا را من به تورش خوردم کشان کشان از میخانه به بازار بردم و در همان لحظه پسرهای مدرسه بیرون می آمدند و ایلیوشا هم با آنها بود همهشان مرا به این حالت دیدند او هم به سویم دوید فریاد زد پدر پدر دست در گردنم انداخت بغلم کرد سعی کرد خلاصم کند و به مهاجمم فریاد زد او را ببخشید با دست های کوچکش آن دست همون دست را گرفت و بوسید قربان صورتش را در آن لحظه به یاد دارم از یادش نبرده قربان هیچگاه از یادش نمیبرم آلیوشا فریاد زد سوگن میخورم که برادرم تأسف عمیق و صادقانه را ابراز خواهد کرد حتی اگر هم شده در همان بازار بر خواهد افتاد وادارش میکنم و الا برادر من نیست آها آه پس در حد پیشنهاد است و از جانب او نیست بلکه ناشی از سخاوت دل مهربان شماست قربان باید این را میگفتید قربان نه در آن صورت اجازه بدهید از سخاوت شوالی منش و سربازانه برادرتان بگویم چون در آن وقت آن را ابراز داشت قربان دست از کشیدنم برداشت و رهایم کرد گفت تو افسری منم افسرم اگه آدم درستی را میتونی پیدا کنی که شاهدت باشه من را به دوئل بخوان مایه خورسندیت را فراهم میکنم هرچند که بی سر و پایی این عین گفتارش بود قربان واقعا که مایه از روحی شوالی منش دارد با ایلیوشا عقب نشستیم و آن صحنه سرگذشت خانوادگی است که تا ابد بر جان ایلیوشا نقش بسته است نه به ما نیامده ادعای امتیازهای اشراف را بکنیم خودتان قضاوت کنید قربان همین الان در دولت سرای ما بودید قربان آنجا چه دیدید سه بانو یکیش علیل و بیمار ذهن دیگری علیل و گوش پشت سومی غیر علیل اما بسیار زیرک دانشجوست قربان تشنه بازگشت به پترزبورگ تا برای آزادی زنان روسی بر سواحل نوا کار کند از ایلیوشا سخن نمیگویم قربان نه سالش بیشتر نیست من در دنیا تنهایم و اگر بمیرم بر سر آنان چه خواهد آمد تنها سوالم از شما این است قربان اگر او را به دوئل بخوانم و در جا کشته شوم بعدش چه بر سر آنان چه می آید؟ باز هم بدتر اگر نکشدم اما علیلم کند از کار کردن با میمانم اما همچنان باید شکمم هم سیر شود چه کسی سیرش می کند؟ چه کسی همه ای آنها را سیر می کند؟ آیا می شود ایلیوشا را از مدرسه بیاورم و به گدایی به خیابان ها بفرستم؟ فراخواندن او به دوئل به همین خط می شود قربان حرف احمقانه است قربان و نه چیز دیگر آلیوشا با چشمانی شعله بر باز هم فریاد زد او از شما پوزش خواهد خواست در وسط بازار به پایت خواهد افتاد سروان در ادامه سخن گفت میخواستم شکایتش را بکنم اما به قوانین ما نگاه کن می توانستم برای توهین دیدگی خسارت زیادی بگیرم و بعد آگرافنا الکساندروفنا به دنبالم فرستاد بر سرم داد زد جرأت به خواب دیدنش را هم به خودت مده اگر از او شکایت کنی تو... توی دنیا پخش میکنم به خاطر بیشرفیت کتکت زد و آن وقت بازخواست میشوید خدا را به شهادت می طلبم قربان آیا بیشرف چه کسی بود و به فرمان چه کسی عمل کردم مگر نه این است که به فرمان خود او فیودور پاولویچ بود سرکار خانم ادامه داد به علاوه برای همیشه اخراجت می کنم و هیچگاه یک سنار هم از من دریافت نمی کنی با تاجرم هم صحبت می کنم پیر مردش رو به این استدام می کند و او اخراجت می کند و اگر او اخراجم کند از چه کسی می توانم پول بگیرم چشم امیدم به این دو نفر است چون فودور پاولویچ به دلیل دیگر نه تنها از استخدام من دست کشید بلکه قصد دارد با استفاده از صفته هایی که امضا کردم از دست من به دادگاه شکایت کند پس دم از دم بر نیاوردم قربان و کلبه خرابه ما را که دیدی اما حالا بگذار از شما سوال کنم که ایلیوشا انگشتتان را زیاد آسیب زد خوش نداشتم در دولت سرایمان پیش روی او به آن بپردازم بله بسیار زیاد خشمش فراوان بود انتقام شما را از من به عنوان یک کارمازوف گرفت حالا متوجه آن شدم اما اگر دیده بودی که چگونه به هم کلاسی هایش سنگ می پراکند کار بسیار خطرناکی است ممکن بود بکشندش بچند و احمق چه بسا سنگی پرتاب شود و سر کسی را بشکند این چیزی است که اینان پیش آمده قربان بر اثر اصابت سنگ امروز مجروح شده نه از سر بلکه از سینه قربان درست بالای قلب گریان و نالان به خانه آمد حالا بیمار است و میدانستی که او ابتدا حمله میبرد به خاطر شما از دست همهشان خشمناک است آنها میگویند که همین چند وقت پیش پسری به اسم کراسوتکین را با قلم تراش زخمی کرده است آه راجع به آن هم شنیدم خطرناک است قربان کراسوتکین در اینجا کارمند است ممکن است این قضیه سر درازی داشته باشد قربان آلیوشا به گرمی گفت توصیه می کنم مدتی او را به مدرسه نفرستید تا آرامتر شود و خشمش بگذرد سروان تکرار کرد خشم خود خودش است قربان موجودی کوچک است قربان اما خشمی سترگ در او هست همه چیز را نمیدانید قربان اجازه بدهید آن داستان را به تفصیل برایتان تعریف کنم از آن واقع به بعد تمام پسرها درباره بسته جارو سر به سرش میگذارند. پسر مدرسه ها نژاد بیرحمی هستند. تک به تک به فرشتگان خدا میمانند اما با هم به خصوص در مدرسه اغلب بیرحمند. تن زنی آنها روح دلاوری در ایلیوشا را برانگیخته است. پسری معمولی، پسری ضعیف تسلیم میشد به خاطر پدرش شرمسار میشد قربان. اما او یک تنه به خاطر پدرش در برابر آنان ایستاد به خاطر پدرش و به خاطر حقیقت و عدالت قربان چون وقتی دست برادرت رو بوسید و فریاد زد پدرم پدرم را ببخش پدرم را ببخش متحمل چه عذابی شد این را تنها خدا میداند و من قربان پدرش چون بچه های ما یعنی بچه های شما نه بلکه بچه های ما بچه های اشخاص بینوا که همه به چشم حقارت نگاهشان میکنند میدانند معنی عدالت چیست قربان حتی در نه سالگی ثروتمندان از کجا میدانند آنان به عمرشان هم یک بار چنین اعماقی را نمیکاوند اما در همان لحظه که ایلیوشای من توی میدان دست او را بوسید در همان لحظه به معنای عدالت پی برد قربان سربان با حالتی جنونآمیز باز هم با قرارت گفت آن حقیقت وارد وجودش شد و تا ابد خوردش کرد قربان و مشت راستش را به کف دست چپش کوبید گویی میخواهد نشان دهد که آن حقیقت چگونه ایلیوشا را خورد کرد درست همان روز قربان مریض افتاد و تب کرد و شب تا صبح از یان گفت تمام اون روز را کلمه ای هم با من حرف نزد قربان اما متوجه بودم که از گوش مرا زیر نگاه دارد هرچند رو به پنجره می نمود و وانمود می کرد درسش را حاضر می کند. اما متوجه شدم حواسش به درس نیست. روز بعد من گناهگار برای فراموش کردن غمهایم مست کردم قربان و چیز زیادی به باد ندادم. ماما هم زیر گریه زد. به ماما خیلی علاقه دارم قربان. باری. آخرین دینارم را روی مشروب گذاشتم تا غمهایم را در آن غرق سازم. به خاطر آن از من متنفر نشو قربان در روسیه مردان مشروب خار بهترین مردانند بهترین مردان در میان ما عرق خوران قهارند دراز میکشم و ایلیوشا از ذهنم می رود هر چند تمام آن روز پسرها مسخرهش میکردند قربان داد میزدند بسته جارو پدرت با بسته جارو از میخانه به بیرون کشیده شد تو هم دویدی و تقاضای بخشودگی کردی روز سوم که از مدرسه آمد دیدم پرید رنگ و افسرده می نماید پرسیدم چه شده؟ جواب نداد باری در دورت سرای ما هیچ حرفی جز با شرکت ماما و دخترها زده نمی شود به علاوه دخترها همون روز اول از قضیه خبردار شده بودند باربارا نیکلافنا دندان قروچه رفتن را شروع کرده بود به هم می گفت هیچوقت شده که شما احمق ها و دلغک ها کار بخردانه انجام دهید؟ گفتم همینطور است هیچ وقت شده کار بخرندانه ای انجام بدهیم برای اولین بار این گونه برش گرداندم قربان از که شد پسر را با خودم به گردش بردم چون باید بدانی که هر روز از به گردش می رویم همیشه هم راهمان یکی است راهی که همه الان از آن می رویم از در خانه تا آن سنگ بزرگ که تک و تنها توی راه زیر آن پرچین که علامت شروع چمنزار شهر است قرار دارد جایی قشنگ و خلوت ایلیوشا و من همیشه دست در دست می رفتیم. دست کوچک دارد انگشتانش ریز و سرد است. سینهش از آبش می دهد. گفت پدر پدر. گفتم چیه؟ دیدم که چشمایش برق می زند. پدر دیدی چه رفتاری با تو کرد؟ گفتم ایلیوشا کارش نمی شد کرد. گفت پدر نبخشش نبخشش توی مدرسه میگن به خاطر آن ده روبل پول به تو داده گفتم نه ایلیوشا به هیچ قیمتی ازش پول نمیگیرم آن وقت تمام بدنش به لرزه افتاد دستم را به دو دست گرفت باز هم بوسیدش گفت پدر پدر به دوئل دعوتش کن توی مدرسه میگوین تو بزدلی و به مبارزه دعوتش نمی کنی و ده روبل را از او میپذیری جواب دادم ایلیوشا پسرم نمیتوانم به دوئل بخوانمش و به طور مختصر آنچه الان برایت گفتم برای او گفتم گوش داد گفت پدر به هر حال نبخشش بزرگ که بشمم خودم دعوت به دوئلش میکنم و میکشمش چشمانش درخشید شرار کشید البته من پدرش هستم و باید حرفی میزدم گفتم کشتن گناه هست حتی در دوئل گفت پدر بزرگ که بشمم بر زمینش میزنم شمشیر را از دستش میاندازم نوک شمشیر را زیر گلویش میگذارم و میگویم میشد بکشمت اما میبخشمت میبینی که به فاصله دو روز در ذهن کوچکش چه نقشه ها ریخته بود حتما تمام روز نقشه این انتقام ها را میریخته و تمام شب با کلنجار میرفته قربان اما پری روز متوجه شدم وقتی به خانه آمد در مدرسه کتک مفصلی میخورد حق با شماست دیگر به آن مدرسه نمیفرستمش شنیدم یک تنه در برابر همه و چای کلاس ایستاده و با آنها ستیز جویی کرده دلش پر است از انزجار از تلخی به جانش ترسیدم به گردش دیگر رفتیم پرسید پدر دولت مردان از دیگر آدم روی زمین قوی ترن؟ گفتم آره ایلیوشا روی زمین هیچ کس قوی تر از ثروتمندان نیست گفت پدر من ثروتمند میشم افسر میشم همه را مغلوب میکنم تزار پاداشم میدهد به اینجا باز میکردم آن وقت کسی جرأت نمی کند آنگاه ساکت شد لبانش هم چنان می رزید. گفت پدر اینجا چه شهر بدی است گفتم آره ایلیوشکا شهر چندان خوبی نیست گفت پدر بیا به یه شهر دیگه یه شهر خوب بریم که آدماش چیزی از ما نمیدونند گفتم ایلیوشا میرویم حتما میرویم مونتا باید به خاطر این کار پولی پس انداز کنیم خوشحال شدم که توانستم ذهنش را از اندیشه های دردناک به جای دیگر متوجه کنم و در عالم خیال مشغول رفتن به شهر دیگر و خرید اسب و گاری شدیم ماما و خواهرانت را توی گاری میذاریم روشینا میپوشونیم خودمون راه میریم تو گاهگاهی سوار میشی من کنار راه میرم چون باید از اسبمون مواظبت کنیم همه گی که نمیتونیم سواره بریم نحوه رفتنمون این است از این گفته محصور شده بود پیش از همه از فکر داشتن اسب و سوار شدن به آن چون البته پسر روسی در میان اسبان به دنیا میآید زمان درازی با هم گپ زدیم با خودم گفتم خدا را شکر ذهنش را به جای دیگر متوجه کرده مایه آرامش خاطرش شدم این به پریروز عصر مربوط می شود اما دیشب همه چیز تغییر کرد صبح به مدرسه رفته بود افسرده بازگشت بسیار هم افسرده از دستش را گرفتم و به گردش رفتیم حرف نمی زد با آدمی وزید و آفتابی نبود با احساسی از پاییز تاریک روشن فرا می رسید راه می رفتیم هر دو تامان هم افسرده گفتم خب پسرکم راجع به سفرمان چه میگویی؟ با خود گفتم بلکه بتوانم صحبت روز پیش را به ذهنش بازگردانم جواب نداد اما احساس کردم انگشتانش در دستم میرزد با خودم گفتم آه اوضا خراب است چیز تازه ای در میان است به سنگ رسیدیم همینجا که الان هستیم روی سنگ نشستیم توی هوا باد بادک های فراوانی در باد می ند و پیچ می سی باد بادک به چشم می‌خورد. البته که فصل بادبادک بادک هاست. قربان گفتم ببین ایلیوشا وقتش هست که باد رو دوباره بیرون بیاوریم تعمیرش کنیم کجا گذاشتیش؟ پسرک هم جوابی نداد به دور دورها نگاه کرد و رو از من گرداند آن وقت تون بادی شنها را به حرکت در آورد ناگهان خودش را به رویم انداخت دست دور گردنم حلقه کرد محکم نگه داشت میدانی وقتی بچه ها ساکدند و مغرور و وقتی غم بزرگی دارن سعی میکنن جلوی اشکهایشان را بگیرند و ناگهان طاقتشان تمام می شود. سیلاب اشکشان جاری می شود قربان. با آن سیلاب گرم اشک قربان ناگهان صورتم را خیز کرد. هقه هق می کرد و می لرزید. انگار به تشنج دچار شده. همچنان که روی سنگ نشسته بودم مرا به خود فشار میداد داد. مرتب فریاد میزد پدر،, پدر،, پدر عزیزم، آخ که چقدر به من توهین کرد و من هم حقیق گریه میکردم قربان در بغل یکدیگر تکان میخوردیم گفت پدر پدر گفتم ایلیوشا ایلیوشای عزیزم آن وقت هیچکس ما را ندید قربان خدا خودش ما را دید امیدوارم آن را در نامه اعمالم وارد کند قربان الکسی فودورویچ ما باید از برادرت تشکر کنیم نه قربان محض خورسندی شما پسرم را شلاق نمیزنم نمیزنم به لحن اولیه دلغک بازی نفرت حالود بازگشته بود با این حال آلیوشا احساس کرد که به او اعتماد کرده است و اگر کس دیگری به جای او یعنی آلیوشا می بود آن شخص چنان سریح سخن نمی گفت و آنچه همین حالا گفته بود نمی گفت. همین نکته آلیوشا را که جانش در آستانه اشک می لرزید، امیدواری داد فریاد زد آه که چقدر دلم میخواهد با پسرتان دوست شوم اگر بتوانید ترتیبش را بدهید سروان زیر لب گفت حتما قربان آلیوشا در ادامه گفته آورد اما حالا به چیز کاملا متفاوتی گوش بدهید پیامی برای شما دارم همان برادر من دیمیتری به نامزدش هم توهین کرده است دختری والادل که احتمالا وصفش را شنیده اید. این حق را دارم که از مظلومیت او به شما بگویم در واقع مکلف به گفتنش هستم چون به شنیدن توهینی که در حق شما روا داشته شده و به دانستن موقعیت تأصف بار شما در جا معمورم کرد همین الان این اعانه را از جانب او برای شما بیاورم اما تنها از جانب او نه از جانب دیمیتری که او را رها کرده نه از جانب من برادر دیمیتری نه از جانب هیچ کس دیگر بلکه از جانب او تنها از جانب او او تمنا می کند را بپذیرید. هر دوی شما به وسیله یک نفر مورد اهانت قرار گرفته اید. او تنها وقتی به یاد شما افتاد که از سوی او مورد اهانتی مشابه قرار گرفته بود. مشابه به لحاظ ظالمانه بودنش. مانند خواهری دست یاری به سوی برادری بیچاره دراز کرده. به من گفت تشویقتان کنم این دیویس روب را از او به عنوان یک خواهر بگیرید. هیچ کس از آن باخبر نمی شود. به شایعه ای غیر منصفانه دامن نمی زند. این هم از دیویس روبل و سوگندتان می دهم که بگیریدش. مگر آنکه، مگر آنکه همه انسانهای روی زمین دشمن یکدیگر باشند اما حتی روی زمین هم برادرانی هستند شما دلی سخاوتمند دارید باید متوجه آن باشید باید و آریوشا دو اسکناس جدید پشتگلی در برابر او گرفت هر دو کنار سنگ بزرگ نزدیک به پرچین ایستاده بودند و کسی در آن نزدیکی ها نبود. چنین می نمود که اسکناس ها تأثیر ای روی سروان گذاشته. یک که خورد. اما نخست از شگفتی. اصلا باورش نمی شد که گفتگویشان چنین سمری داشته باشد. هیچ چیز نمی توانست دورتر از قبول این یاری به رویایش باشد. آن هم چنان مبلغی. اسکناس ها را گرفت. لحظه قادر به پاسخ گفتن نبود. حالتی کاملا تازه به چهرش آمده بود این برای من این همه پول دویست روبل خدای بزرگ در این چهار سال اخیر اینقدر پول به چشمم ندیدم جل جلالو و میگوید که خواهر است یعنی حقیقت دارد آلیوشا فریاد زد قسم میخورم هر چه گفتم عین حقیقت است سربان گلگون شد گوش کن قربان جان من گوش کن قربان اگر آن را بگیرم مثل آدمی بی سر و پا رفتار نکردم الکسی فودورویچ به نظر شما آدمی بی سر و پا نمی شوم؟ نه الکسی فیودورویچ گوش کن این را بگفت و به دو دست آلیوشا را گرفت تشویقم می کنی آن را بگیرم و میگویی خواهری آن را فرستاده اما اگر آن را بگیرم در درونت در دلت نسبت به من احساس انزجار نمی کنی قربان ها؟ نه نه به رستگاری هم سوگند که نه و هیچ کس جز من از آن خبر نخواهد داشت من شما و او و یک بانوی دیگر دوست بزرگوار او به آن بانو کاری نداشته باشید گوش کنید الکسی فودورویچ در لحظه ای چون این لحظه باید گوش کنید قربان چون شما نمی توانید پی ببرید که این دیویس روبل برای من الان چه منایی دارد گفتار این شخص بینوا آهسته آهسته نامربوط میشد و حالت او شیفتگی وحشیانه به خود گرفت تعادلش را از دست داده بود و فوق سریع سخن می گفت گویی ترس دارد که مبادا نگذارند همه گفتنی هایش را بگوید علاوه بر به دست آوردن شرافتمندانه آن از روی یک خواهر خواهری آنچنان محترم و بزرگوار میدانی که حالا میتوانم از ماما و نینا فرشته دختر گوش پشتم مراقبت کنم دکتر هیتز نتسیوب از سر خوشقلبی به سراغم آمد و یک ساعت تمام هر دو را معاینه کرد گفت سر در نمیآورم. اما نوع آب معدنی که در اتاری اینجا پیدا می شود تجویز کرد گفت حتما برای حالش مفید واقع می شود دستور حمام هم داد با کمی دوا قیمت آب معدنی سی کپک است شاید هم چهل بطری نیاز باشد این بود که نسخه را برداشتم و توی قفسه زیر تمثال ها گذاشتم همانجا قرار دارد دستور حمام گرم برای نینا داد با چیزی حل شده در آن صبح و عصر اما چه این معالجه ای را چطور میتوانیم در دولت سرایمان انجام بدهیم قربان بدون نوکر بدون کمک بدون امام بدون آب درد مفاصل سراسر بدن نینا را گرفته فکر نمی کنم این را برایتان گفته باشم سمت راست بدنش شبها درد می کند عذاب می کشد باورت می شود که این فرشته از ترس بیدار کردن ما بدون ناله آن را تحمل می کند. هر چه بتوانیم گیر بیاوریم میخوریم او پسمانده را خورد. چیزی که جلوی سگ هم نمیاندازند من لایقش نیستم از دست شما میگیرمش من باری بر دوش شما هستم این چیزی است که چشمان فرشتهوارش میکوشد که بگوید به خدمتش می ایستیم اما آن را خوش نمی دارد. من معلولی عاطل و باطلم به کار کسی نمیخورم خیال میکند لیاقتش را ندارد قربان و حالا که با حلاوت فرشت آسایش مایه نجات همگی ماست بدون او بدون کلام ملایم او زندگی برای من جهنم می شود حتی باربارا را هم ملایم می کند در قضاوت نسبت به باربارا نیکولافنا هم سختگیر نباشید او هم فرشته است او هم مظلوم واقع شده ایام تابستان پیش ما آمد و شانزده روبل که با درس دادن به دست آورده بود و پسنداز کرده بود با خود آورد تا سپتامبر یعنی همین حالا با آن به پترزبورگ برگردد اما پولش را برداشت و خرج کردیم این است که حالا پولی ندارد که با آن برگردد قربان هرچند در حقیقت اگر هم بخواهد نمیتواند برگردد چون باید مثل کنیز برایمان کار کند به اسبی رمخ کشیده میماند با همگی ما بر پشتش خدمت همگی ما را میکند تعمیر و شستشو میکند جارو میزند مامان را توی رخت خواب میگذارد و ماما دمدم مزاج و گریان و دیوانه است قربان حالا می توانیم با این پول پیش خدمتی بگیریم قربان متوجه هستید الکسی فودورویچ حالا می توانم برای عزیزانم دارو تهیه کنم می توانم دختر دانشجویم را به پترزبورگ بفرستم قربان حتی می توانم گوشت گاف بخرم می توانم غذای درستی به آنها بدهم خدای بزرگ اما این یک رویاست آلیوشا خوشحال بود که چنان شادمانی برای او آورده است و آن شخص بینوا رضا داده بود که شادمان شود سروان که با رویایی جدید دل از کف داده بود بنا کرد با سرعتی دیوانوار به سخن گفتن صبر کن الکسی فودورویچ صبر کن میدانی که ایلیوشا و من شاید به رویایمان جامه عمل بپوشانیم اسبی و می میخریم اسبی سیاه اصرار دارد که سیاه باشد همونطور که چند روز پیش مود کردیم عزم سفر میکنیم دوستی قدیمی دارم وکیلی در استان مجابر و از شخص موثق شنیدم که اگر قرار به رفتنم باشد در اداره شغل دبیری به من میدهد این است که چه کسی میداند شاید این کار را کرد و تنها ماما و نینا را توی درشکه میگذارم ایلیوشکا میتواند براند و من راه میروم راه میروم خب اگر موفق بشوم یکی از قرض هایم را ادا کنم شاید برای آن هم به اندازه کافی داشته باشم آلیوشا فریاد زد پول کافی در اختیارت قرار می گیرد کاترینا ایوانا هر چقدر که نیاز داشته باشی برایت میفرستد و میدانی که من هم پول دارم هر چقدر میخواهی بردار همانطور که پول برادری را برمیداری پول دوستی را برمیداری بعدا آن را پس میدهی ثروتمند میشوی ثروتمند میشوی و میدانی که اندیشه بهتر از رفتن به استان دیگر نیست مایه نجات تو و به خصوص پسرت می شود و موظفی سریع بروی پیش از زمستان پیش از سرما به آنجا که رسیدید باید برایمان بنویسید و ما همیشه برادر خواهیم بود نه رویا نیست آلیوشا از فرط شادی میخواست بغلش کند اما با نگریستن به او از کارش بازیستاد آن شخص با گردنی دراز و لبانی قلمبیده با چهره رنگ پریده و دیوانوار ایستاده بود. لبانش در کار جنبیدن بود. گویی میخواهد چیزی را به زبان بیاورد. صدایی نمی آمد. اما همچنان لبانش می جنبید. غریب بود. آلیوشا یکه خورد. پرسید چه شده؟ سروان تذبذب کنان و ضمن آن که با نگاهی غریب و وحشی و خیره خیره و حالتی از تصمیم نومیدانه به اومینگریست زیر لب گفت الکسی فودورویچ من شما و در همان حال بر لبانش نیشخندی بود من قربان شما قربان نمیخواهید حقه کوچکی را که میدانم نشانتان بدهم قربان و این را ناگهان با پچپچه استوار و سری و صدایی که دیگر تذبذب نداشت گفت چه حقی سربان زمزمه کرد حقی قشنگ دهانش در سمت چپ پیچ میخورد چشم چپش رو به بالا برگشته و همچنان خیره به آلیوشا می نگریست. آلیوشا که اکنون وحشتش گرفته بود فریاد زد. چه خبر شده؟ چه حقی؟ سربان ناگهان قیش قیش کرد. خوب نگاه کن. و دو اسکناس را که در مدت گفتگو یک گوشهشان را بین انگشت شست و وسطی گرفته بود با حالتی سب و آنه مچاله کرد و توی دست راستش به سختی فشار داد. رنگ پریده و خشمناک خروش برآورد میبینید قربان میبینید قربان ناگهان با حرکت تند دست اسکناسهای های مچاله شده را روی شن انداخت باز هم با اشاره به آنها خروش برآورد میبینید به آنجا نگاه کنید و با خشم وحشی بنا کرد به لگد مال کردن آنها و ضمن لگد مالی نفس نفس میزد و میگفت این هم از پولتان این هم از پولتان قربان پولتان قربان این هم از پولتان قربان این هم از پولتان قربان ناگهان مثل تیر بازگشت و روبروی آلیوشا سبز شد و تمامی هیکلش حالت غروری بیان ناشده به خود گرفت با بلند کردن بازو به هوا فریاد زد به آنان که تو را فرستادن بگو بسته جارو آب رویش را نمی فروشد. آن وقت به سرعت برگشت و بنای دویدن گذاشت. اما هنوز پنج قدمی ندویده بود که دوباره رو برگرداند و با دست بوسهی برای آلیوشا فرستاد. پنج قدمی دیگر دوید و آنگاه برای آخرین بار رو برگرداند این بار چهرهش پیچیده در خنده نبود بلکه سراسر پوشیده از اشک میلرزید با صدایی گریان و حقیق کنان فریاد زد اگر این پول را برای من از شما میگرفتم جواب پسرکم را چه میدادم و بعد بیان که رو برگرداند دوان دوان رفت آلیوشا با اندوهی وصف ناپذیر پشت سر او نگاه کرد. آه این را توجه داشت که تا آخرین لحظه ندانسته بود که آن مرد اسکناس ها را مچاله می کند و دور می اندازد. او رو بر نگردانید. آلیوشا می دانست که روبر بر نمی گرداند. از پی او نمی رفت و صدایش نمی کرد. می دانست چرا. وقتی از نظر ناپدید شد آلیوشا اسکناس ها را برداشت. بسیار تا شده و مچاله بودند. و به شن ساییده اما عیبی نکرده بودند وقتی آلیوشا تاشان را باز کرد و صافشان کرد مثل اسکناس های نو درق درق صدا می کردند پس از صاف کردنشان آلیوشا تایی به زد توی جیب گذاشت و به سراغ کاترینا ایوانا رفت تا از میزان توفیق در معمولیت به او خبر بدهد